بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم، وقت گرانقدر شما عزیزان بخیر باشه، جور و صحتمند باشین و امیدوار هستم که زمان کافی داشته باشین تا انتهای برنامه امشب همراه برنامه خودتان به وقت بیداری باشید. تسلیت عرض میکنیم، ماه محرم فرا رسید، ماه عزاداری آقا ابا عبدالله حسین و یاران با وفایشان، و یکایک که شما بزرگواران تسلیت عرض میکنیم و از همه شما تقاضا مندیم که هر جایی از این کره خاکی زندگی میکنید و توفیق دارید در مراسمات عزاداری آقا شرکت کنید، بنده و همکاران مدعی رسانه جهانی از دعای خیر خودتان فراموش نکنید. چهارشنبه شب دیگر هست، همراه شما بزرگواران در محضر جناب استاد رمضانی هستیم. سلام علیکم استاد، تسلیت عرض بکنید. علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما مجری محترم و همه بیننده های بسیار محترم و عزیز سلام عرض میکنم و از خداوند سبحان طلب میکنم به همه ما توفیق طاعت و بندگی مرحمت کنه و این مطالبی که در این جلسات مطرح میشه نافع به حال خلق خدا باشه. من هم خدمت همه بیننده های بسیار گرامی تسلیت عرض میکنم و از خداوند طلب میکنم توفیق عزاداری خالصانه، آشنایی با مکتب و سیره و روش حسین ابن علی و پیروی از خط و بیانات ایشان را به ما عنایت بفرماید انشاءالله. بسیار تشکر استاد، باز هم شما را در این برنامه زیارت میکنیم و گفتگوی امشب میخواییم که به خاطری که در ابتدای ماه محرم هستیم رنگ و بوی حسینی داشته باشه و مثل همیشه این برنامه ها در این رسانه جهانی طوری تنظیم میشه که با توجه به مناسبت های در آن قرار داریم بالاخره موضوع برنامه مناسب باشه با اون مناسبت. امشب میخواییم که در مورد عوامل و زمینه های فرهنگی قیام امام حسین علیه السلام صحبت کنیم. انشاءالله حضرت عالی فرمایشاتی داشته باشید که در همین ابتدای ماه محرم تا انشاءالله پایان عزاداری ها که بالاخره عزیزان لطف میکنن، توفیق دارن و در این عزاداری ها شرکت میکنن، برای ما هم دعا میکنن، مورد استفاده قرار بگیره و این اطلاعات برای همه ما ضروری هست. در خدمت شما هستیم. خب خود شما متوجه هستین، بیننده‌های محترم هم متوجه هستن و اهل مطالعه هستن. الحمدلله جریان کربلا و عاشورا یک دریاست و این مختص حتی به جهان اسلام نمیشه. ما نگاه میکنیم که در فرهنگ‌های دیگه هم آزاد مردان جهان اینا از فرهنگ و از جریان کربلا و عاشورا اینا درس گرفتن، مقالات نوشتن، کتاب ها نوشتن در آزاد مردی، شجاعت و رشادت های وجود مقدس حسین ابن علی و درس هایی که میتونیم از جریان قیام حسین ابن علی بگیریم. ولی خب این دریا رو میتونیم از زاویه های مختلف بررسی بکنیم. این که مطلب و موضوع بحث ما قرار گرفته از زاویه عوامل فرهنگی و زمینه های فرهنگی ما این بررسی بکنیم. من چند تا مقدمه رو اشاره میکنم تا برسیم به عوامل فرهنگی که ببینیم چه زمینه ها و عوامل دست به دست هم داد تا این جریان و این حادثه بسیار بزرگ و دلخراش رو به وجود آورد که بعد از مدتی ببینیم فرزند و نواسه پیغمبر خدا رو امت خود پیامبر، یعنی کسانی که نماز میخوندن
کسانی که با وجود پیامبر مسلمان شدن به دست پیامبر، به برکت نفس گرم پیامبر، به شخصیت پیامبر از بت پرستی رهایی پیدا کردن، به اسلام مشرف شدن، احکام اسلام را یاد گرفتن، اینا چه کار شد؟ چه عوامل فرهنگی پیدا شد که اینان فرزند ای پیامبر با یک نسل نوه پیامبر، نواسه پیامبر شهید میکنن و اینا در این حال خوشحالن؟ چه به سر این جامعه دینی آمده؟ یک فردی عادی هم نبود، کسی که پیامبر بارها لبانش میبوسید یا بر شانه خود مینشان یا میفرمود سیدا شباب اهل جنه حسن و حسین، آقای جوانان اهل بهشتن، یا امامان قام و قعدا، اینا امامان پیشوا هستند. خب چیکار میشه که یک فرد در جامعه چه برنامه های پیدا میشه و جامعه چه تحولی پیدا میکنه که نواسه پیشوای خودشه به این حالت خودشه میکشه، شهید میکنه، جوانانشه شهید میکنه و فرزندان و زنهای آنها را به اسارت میگیره؟ در واقع شهادت امام حسین علیه السلام هم یک شهادت بسیار متفاوت هست با دیگر اتفاقات که در طول تاریخ و تاریخ اسلام افتاد و اتفاقات بعد از آن هم بسیار دردآور و اندوهناک هست و این واقعا جای بررسی داره و زمان میبره در برنامه های مختلف در مکانها و مکاتب مختلف باید بررسی شود که چه اتفاقی افتاد واقعا، که چطور متحول شدند اینها و چه عوامل فرهنگی، که من فکر میکنم که بزرگترین عوامل ای جریان و ای اتفاق جانسوز عوامل فرهنگی بوده. بله، ما وقت نگاه میکنم در بین کسانی که در مقابل حسین ابن علی استادن، یک مسیحی وجود نداره، یک یهودی وجود نداره، یک کافر وجود نداره. به ظاهر کسانی هستند که اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله میگن. اینا چی شده؟ خب وارد بحث میشیم. ببینید در عالم طبیعت، در عالم کائنات و مخلوقات، هر پدیده‌ای که شما نگاه بکنین این یک عامل داره، یک علت و زمینه داره. یک معلول بدون علت پیدا نمیشه، یک چیز مسلمیه. هر پدیده مخلوقی علتی داره. ما نگاه میکنیم حتی در امور طبیعی مانند بیماری هایی که اگر در جسم انسان پیدا میشه، خب اینا عامل داره، زمینه داره. یک عزیزی اگر از یک ماده غذایی بیشتر تناول بکنه، باعث یک سری آثار منفی در جسم او میشه، ممکنه که به قلب او، به اعضا و جواری او آسیب برسانه. در جامعه هم پدیده های اجتماعی، اگر قیام میشه، اگر اعتراض میشه، اگر خشونت میشه، این خود به خود نمیشه، یک عامل زمینه پیدا میشه که این عمل کرد در حقیقت بیانگر او عامل هست، او زمینه شده که اعتراضی بشه، قیام بکنن، پرخاشی بکنن. و نکته دوم ایه که در امور طبیعی معمولا پدیده ها و عوامل اونها محسوسن. خب عزیزی که اگر خدای نکرده گرفتار یک بیماری میشه، به طبیب مراجعه میکنه، خب با توجه به وسایل و ابزاری که هست آزمایش میگیرن و مشخص میشه علت بیماری او چیه، و تا زمانی که علت تشخیص داده نشه نمیشه ما بیماری رو هم درمان بکنیم. ولی در امور اجتماعی یکی از مشکلاتی که بحث و تحلیل عوامل اجتماعی با او برخورد میکنیم اینه که عوامل اجتماعی محسوس نیان، یعنی برخواسته از نیت انسان ها هستن. یکی یک قیامی میشه، یک حرکتی میشه، بستگی داره به نیت اونها، به قصد و اراده اونها که چه اسبابی سبب شده که اینا اراده کنن و نیت کنن که این جریان را به وجود بیاره. در واقع عوامل درونی داره. درونی داره، بله. و این اعتراض ها، این سرصدا ها، این شکستن ها، این شهادت ها یا عوامل بیرونی که نمود پیدا میکنه، اینا
در واقع صدا و بیانگر اون خواسته های درونی هست. یک چیزی اینها اراده کردن، یک نیت دارن، یک مشکلی در روح اینها به وجود آمده و اینها به این رقم ماین او خواسته خودشان را و بیان مطلب خودشان به مردم بفهمانن. نکته بعد اینه که در یک جریان وقتی نگاه میکنیم، به طور معمول یک عامل تنهایی، یک عامل یک بعدی اثرگذار نیه. ممکنه که عوامل مختلف در یک جریانی نقش داشته باشه. ما خب در بیماری که نگاه میکنیم، ممکن یک عزیزی که اگر سکته میکنه یا فوت میکنه یا عارضه قلبی پیدا میکنه، ممکنه پزشک تشخیص بده که 3 تا عامل سبب شده که این حالت به این فرد پیدا بشه. در امور اجتماعی هم همین قسمه. یعنی گاهی نگاه میکنیم عوامل اقتصادی هست، عوامل اقتصادی سبب شده که مردم طغیان کنن، مردم اعتراض کنن، شورش بشود. گاهی ممکنه عوامل سیاسی باشد، یعنی مردم از نوع حکومت، از نوع اداره حکومت، از نوع برخورد دستگاه ها با مردم، اینا به سطوح آمده باشن و این نوع سیاست مداری و این نوع اداره جامعه را نپسندن، عوامل سیاسی باشه. گاهی ممکنه عوامل فرهنگی باشه. عوامل فرهنگی مثل این که یک سری اعتقادات مردم دارن و این اعتقادات رو میبینن که ضعیف شده. اون کسی که در رأس حاکمیت قرار داره به این اعتقادات توجه نمیکنه، برخلاف اعتقادات عمل میکنه. ممکنه به احساسات مردم، به فرهنگ مردم، به باورهای مردم آسیب رسانده باشه و خب این عواملی میشه که مردم اعتراض بکنن یا سبب شده که جلو پیشرفت مردم گرفته بشه. به هر حال عوامل مختلف ممکنه که یک حادثه رو به وجود بیاره. آنی که ما در این جلسه و اگر عمری باشه انشالله موضوع ادامه پیدا کن در جلسات بعد صحبت میکنیم، به عوامل سیاسی نمایم بپردازیم، به عوامل اجتماعی که خب اونام خیلی دامنه وسیع داره، ولی چون اساس و ریشه فرهنگ است و عوامل فرهنگیه، ما بیشتر به اونا خواهیم پرداخت. بله، بسیار تشکر. بعد از شنیدن این مقدمه که بسیار هم جامع و کامل بود، دقایقی لحظات بسیار کوتاه با همکارم در اتاق فرمان میشه و باز هم در خدمت شما استاد گرامی و عزیزان خواهیم بود. انشاءالله. سلامت باشید. در خدمت شما هستیم در ماه محرم، ماه عزاداری آقا امام حسین علیه السلام. قال الحسین علیه السلام: اللهم انك تعلم انه لم يكن ما كان منا تنافسا في سلطان ولا التماسا من فضول الحطام ولكن لنري المعالم من دينك ونظهر الاصلاح في بلادك ويأمن المظلومون من عبادك ويعمل بفرائضك وسننك واحكامك. خداوندا، تو میدانی که قیام ما برای رقابت در رسیدن به ریاست یا به چنگ آوردن مال و ثروت نیست، بلکه هدف ما این است که دین تو را برپا بینیم، در بلادت اصلاحات را بنمایانیم، بندگان ستم رسیده ات آسود خاطر شوند و به واجب و سنت و احکام تو عمل شود. باز محرم شد و لوای ماتم به پاست، ماتم سلطان عشق شهید کرب و بلاست، به عرش و خلد برین فرقه کروبیان حلقه ماتم زده، صاحب ماتم خداست. باز هم تسلیت عرض میکنیم محضر یکایک که شما عزیزان، شما مؤمنان عزیز،
قبل از اینکه به محضر استاد رمضانی عزیز برگردیم و ادامه بحث از استاد عزیز بشنویم و انشاءالله استفاده کنیم، پل ارتباطی را خدمت شما عزیزان اعلام میکنم. نمبر مثبت 964-780-255-4013 در اختیار شما هست. احساسات خودتان در این ماه، ماه بسیار بزرگ، ماه عزیز، ماه محرم، با ما به اشتراک بگذارید. سعی میکنیم با توجه به اوقات برنامه ها این پیام ها را حتما بخوانیم و نمبر های شما عزیزان هم حتما خوانده شود و انشاءالله از شما تشکر میکنیم. در خدمت شما هستیم جناب استاد رمضانی عزیز. مقدمه ای که در بخش قبل فرمودید بسیار کامل بود. بعد از شنیدن این مقدمه میخواییم که یکی از عوامل فرهنگی، در واقع یکی از زمینه سازهای فرهنگی قیام امام حسین از شما بشنویم. بله، خب بسیار بجاست این نکته که فرمودید. من یک کلمه دیگه اضافه میکنم، بعد انشاءالله میپردازیم به سوال شما. او کلمه ایه که چون ما وقتی عوامل رو بررسی میکنیم، یک چیز ملموس و محسوس نیه که به تعبیری بتونیم تجربه کنیم او رو. ما بر اساس نقل های تاریخی و منابع تاریخی حوادث تاریخی رو بررسی میکنیم که خب چه عوامل دست به دست هم داد تا این جریان رو به وجود آورد. طبعا وقتی که یک کسی از لحاظ تاریخی بررسی میکنه، نکته مهمش اینه که به اسناد تاریخی با دقت نگاه بکنه. تحلیل تاریخی میطلبه که صحت و سقم منابع تاریخی رو بررسی کنه انسان، چون ممکنه در طول تاریخ یک سری مورخ ها، کتاب ها با انگیزه های سیاسی برخی از عوامل کمرنگ جلوه بدن یا حتی ذکر نکنن، و برخی از عوامل که خیلی نقش نداشته اینا بیان پررنگ جلوه بدن، یا اصلا چیزی که عامل نموده به عنوان عامل او رو جلوه بدن و بیان بکنن. ممکنه یه اسناد کتاب های تاریخی سفارشی نوشته شده بله باشه. یا از ترس حاکمان جور یک مطلبی رو نگن، یا اگر بگن تحریف بشه به نحو دیگر بیان بشه. پس بنابراین یک عزیزی که اسناد تاریخی رو بررسی میکنه و به عوامل تاریخی صدر اسلام میپردازه، باید کتاب های متعدد بررسی کنه و اللحاظ صحت و سقم و دقت اون تاریخ نگار، آزادی او، حریت او، اینا رو بررسی کنه. به همین خاطره که میبینیم خب هم در بین علمای ما، هم علمای هر جامعه به همین نوع که اینا یک سری علومی است به نام رجال و شناخت کسانی که نقل تاریخ میکنن، نقل روایت میکنن یا کتاب در زمینه مینویسن، خود این بررسی میکنن که ناقل این تاریخ، نویسنده این تاریخ چه مقدار مسلط بوده، چه مقدار به صحنه ها نزدیک بوده، چه مقدار مستند صحبت کرده و چه مقدار آزادی و حریت خودش رو حفظ کرده. خب با حفظ این مقدمات میریم به عوامل فرهنگی. یکی از مهمترین عوامل فرهنگی که در جریان کربلا نقش بسیار مهم داشت، برگشت جامعه اسلام و جامعه مسلمان به دوران جاهلی بود. به خیلی نکته مهمیه. فرض کنیم یک قیامی انجام میشه، یک رهبر دینی، یک بزرگواری، مرد الهی قیام میکنه، جامعه را از او جهالت هایی که داشته، فرهنگ جاهلی، تکبرها، غرورها، احساس خودبرتربینی، افتخار به مثلا به پدران، افتخار به جنگاوری ها، افتخار به یک سری چیزهای که اینها ارزش نمی باشه، غرور، تکبر، جنگ و خون ریزی کردن، شراب و یک سری چیزهایی که اینا در فرهنگ جاهلی قبل از اسلام بود، خب اینا را از این جاهلیت ها میکشه بیرون، به اینها احسان یاد میده، عدالت یاد میده، قسط یاد میده، برادری یاد میده، گذشت یاد میده، انصاف یاد میده، تعهد یاد میده، وفا کردن به عهد و پیمان یاد میده، نیکی و احسان به ایتام و یتیمان و بیوزنها را یاد میده، علم و معرفت یاد میده، ترقی و تعالی، عبادت و بندگی خدا رو به اینها میاد، توحید به اینها یاد میده و اینا رو به یک مقام برتری میرسانه. آرمانهای عالی
که این دنیا را اینها آرمان خود ندانند، بلکه زندگی ابدی را آرمان خود بدانند. به زخارف دنیا دل نبندند و این دنیا مد نظر اونا نباشه. اشرافیگری و زر و زور و مقام مقصد اونا نباشه. مدت میگذره، یک سری عوامل دست به دست هم میده، اینا بر میگردن متاسفانه به قبل از او قیامی که او رهبر دینی کرده، و این جریان متاسفانه در صدر اسلام رخ داد. یعنی او زهر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ظاهرا در یکی از احادیث و روایت که ازشان نقل شده فرمودند که من بین دو جاهلیت در واقع مبعوث شدم، جاهلیت قبل از اسلام و جاهلیتی که بعد از اسلام متاسفانه در بین مسلمانان رخ داد. بله. و این مشکل ای بود که اتفاقا ای از قبل از اسلام بدتر بود. بله. به خاطری که قبل از اسلام خب چهره جاهلیت و شرک مشخص بود. شما وقتی که یک جنس ببینید ای مشخصه که ساخت چی هست و جنس او چیه، و مارک قلابی نداره، به تعبیری مارک جعلی نداره، خب او رو نمیخرید دیگه، یک جنس خوب رو میخرید. ولی زمانی شما فریب میخورید و متاسفانه گرفتار میشید که همو جنس خراب، همو جنس بسیار نامرغوب، یک مارک جعلی میخوره روی او. بله. و شما به خاطر او مارک او احساس میکنیم که این جنس خوبیست و او رو میخرید و متاسفانه بعد میفهمید که این خیلی ضرر کردید. جاهلیت قبل از اسلام خب مشخص بین اونها مشرک بودن، بت‌پرست بودن و اندکی در بین اونها موحد زندگی میکردن، ولی خب غالبا بت‌پرست بودن. میگفتن خب رفتار اینا بر اساس همین اعتقادات اونهایه. ولی بعد از اسلام متاسفانه این جاهلیت که برگشت به نام اسلام برگشت، یعنی نماز میخواند، حج میرفت، روزه می گرفت و ظاهر اعمال اسلام ره، شاید پیشانی او هم مارک جای محل سجده افتاده بود، یا این زانوهای به تعبیر ابن عباس برخی از اینا زانوهای اینا مثل زانوهای شتر پینه بسته بود از بس که اینها به سجده رفته بودن، قرآن تلاوت میکردن. خب این میشه نفاق، ظاهر مسلمانی داشت. بله. و این خیلی سخته مبارزه با یک فردی که میگه من فرض کنیم مشرکم، آدم صفمو مشخصه، ولی کسی که نفاق داره از پشت ضربه میزنه، شما نمیفهمیم که ای که کنار شما هست ای چه شخصیه. آدم منافق ظاهر بسیار موجهی داره از لحاظ دینی و حتی از مؤمنان واقعی هم گاهی اوقات جلوتر میروند در ادای انجام فرایض و بالاخره در ظاهر دینی که دارند و در جامعه اینها ظاهراً مؤمنتر هستن، مسلمانتر هستن، درست است؟ بله. و اتفاقاً برای یک شخصی که مثلا نسل بعدی هست، با وجود مقدس پیامبر روبرو نشده، از اصحاب نمی باشه، پس فرزندان اصحاب تابعین هستن، یا ندیدن پیامبر، راهشان دور بوده، در شهرهای دیگه بودن، اینا نمیتونن بین حق باطل، خب آدمی که سوادم نداشته باشه، تحقیقاتم نکنه، تبلیغات هم به گوش او فراوان باشه، این بین حق و باطل تشخیص نمیده. و این خیلی سخته برای مردم که بفهمن این الان کدوم جریان، جریان حق است. بله. و اتفاقا او کسانی که لباس نفاق میپوشن و مقاصد خودشون مطرح دنبال میکنن، اونا بیشتر داعیه اسلام مسلمان. بله. بودن را دارن، میگم اسلام واقعی ما هستیم. خب اینه که در برخی از جنگ ها حتی برای کسانی که سنی از ما گذاشته بودن، مثلا در جنگ که وجود مقدس امیر مؤمنان با طلحه و زبیر داشتن در صدر اسلام. بله. خب برخی ها برای نایی سوال مطرح شد که حالا این چی، کی حقه؟ این طرف امیر مؤمنان است، این طرف هم مثلا صحابی، ما چیکار بکنیم؟ آقا فهمیدم شما حق را باید بشناسید، حق را نمیشه با اشخاص تشخیص داد که اگر این قد خمیده تر پسی بر حقه، این ریش بلندتر حق با ایه، ای اگر مثلا موهای سفید حق با ایه، ای اگر تسبیح بلند حق با ایه، این نمیشه.
حق را باید، معیار حق را باید شناخت. معیار حق خداست، قرآن است، کلمات پیامبر. هر کسی با قرآن و کلمات پیامبر و اینا رفتار او، گفتار او وفق کرد، حقیقت با او هست، حق با او هست. پس اول انسان حق را بشناسه، معیار حق، بعد تشخیص بده. خب از کجا بفهمیم که جامعه دینی صدر اسلام متاسفانه برگشته بود به جاهلیت؟ استاد پاسخ این سوال و سوالات دیگری که در ذهن بنده هست اجازه بدین در بخش بعد شما بشنویم. با شما هستیم با ببخت بیداری از تلویزیون جهانی هادی. امروز محرمان حرم سایه سرم، شام دهم زمان نفسهای آخرم، امروز بین حلقه شیران هاشمی شام دهم به حلقه زنجیر پیکرم، امروز دخترک سر دوش عمو ولی شام دهم به گریه که اما گل سرم، امروز گرد چادرش را تکنده ای شام دهم به خون تو آغشته مأجرم، امروز مانده ای که قرارم شوی ولی شام دهم به نیزه نمانی برادرم، امروز تکه خار ز پایم درآوری شام دهم ز جسم تو نیزه درآورم، امروز دختران تو در خیمه ها ولی شام دهم در آتش خیمه من و خودم، امروز هرچه دلش خواست ساربان گرفت شام دهم کنار تو انگشتر آورم، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. دوباره بوی محرم، دوباره بوی حسین، دوباره بر سر هر کوچه گفتگوی حسین. استفاده کردیم، تشکر میکنیم از همکاران بسیار نازنین به خاطر پخش این ذکر مصیبتی که مدعای عزیزمان داشتن، بسیار لطف کردین. همه شما بزرگواران در این شبها توفیق دارین، شرکت میکنین در عزاداری ها، در تکه خانه ها، در مساجد حسینی ها، هر جای این کره خاکی هستید و در هر لحظه این برنامه رو ببینید. از همه شما تقاضا مندیم که دعا بفرمایید. دعای شما حتما برای ما و همکارانمان موثر خواهد بود در درگاه الهی. ما را در فیسبوک، اینستاگرام، یوتیوب و آپارات هم می توانید دنبال کنید و با سرچ کردن موضوعی برنامه ها با آنها دسترسی پیدا بفرمایید. با
با شما هستیم و جناب استاد رمضانی عزیز و سؤالی که در آخرین جمله خودتان فرمودید، از کجا بفهمیم که این جامعه که به ظاهر مسلمان شدند و با پیامبر زندگی کردند و پیامبر رو درک کردند، برگشتند به جهالت قبل از اسلام شد؟ بله، این سوال بسیار سوال مهمی هست، چون ممکن یک عزیزی که این سوال مطالب ما را شنیده بگه که خب یک ادعایه. بله، شما چی دقیقا میتونین اثبات بکنیم؟ ببینید، یکی از راههایی که میتونیم اثبات بکنیم میره و بفهمیم ایره کلمات خود وجود مقدس حسین ابن علی هست. ما حسین ابن علی را معصوم میدانیم و کلماتی که حضرت بیان کردن از زمانی که حرکت کردن و این قیام خودشان شروع کردن تا مکه رفتن، از مکه آمدن به کربلا، در مسیر راه در مناسبت‌های مختلف یا نامه‌هایی که نوشتن به افرادی که دعوت کردن یا پاسخ‌هایی که کسانی سوال می‌کردن، می‌گفتن این جریان برای چیه، حضرت اونا رو روشنگری می‌کردن، یا حتی در شب و روز عاشورا در خود جریان کربلا سخنرانی‌هایی که کردن، تذکراتی که دادن، در لابلای این کلمات ما به نکته های برمیخوریم، میبینیم که این نکته ها بیانگره که جامعه به کلی متحول شده و برگشته به همون روش ها و شیوه های جاهلی. من به عنوان نمونه چند تا از بیانات وجود مقدس حسین ابن علی که با صحت سند در تاریخ های معتبر نقل شده خدمت شما عرض میکنم که ببینیم حضرت جامعه عروض ره چی رقم میدیدن و ما از این کلمات برداشت میکنیم که جامعه به جاهلیت قبل از اسلام برگشته. یکی از مرهای یک جامعه دینی اینه که در جامعه دینی حق محوره و مردم دنبال حقن، حق رعایت میشه، از رأس جامعه گرفته که فرمان روای یک جامعه هست، حاکمان، فرماندهان، فرمانروایان، قاضیان تا مردم عادی، اینا دنبال احقاق حقن، حق را به حق برسانن، حق را به ذی حق برسانن و باطل را از سر را بردارن. این یک معیار دینی، یک اصل دینیه که پیامبر بسیار در ارتباط با این تلاش کردن. بله، که لیحق الحق، تا حق را به جایگاه خودش ثابت قرار بدن. ولی نگاه میکنیم در سخنرانی که حضرت بیان کردن و در چند جا این نکته را تذکر دادم، این بود که فرمودن الا ترون ان الحق لا يعمل به، مردم مگه نمیبینیم؟ یعنی آنقدر روشن بوده که هر کس چشمشو باز میکرده، یک مقدار دقت میکرده، این قابل دیدن بوده. این رقم نبوده که پنهان باشه که بگیم خب ما باید تحلیل کنیم، نیاز به تحلیل نداره. یک مقداری یک کسی که آشنا باشه با فرهنگ دینی، با پیامبر، با سخنان پیامبر، با آیات قرآن کریم، میفهمه که این رفتار باطله. خب یک حاکمی که شراب بخوره، این چی حاکم اسلامیه؟ یک حاکمی که با بوزین بازی کنه. فرمود الا ترون ان الحق لا يعمل به، اصلا عمل نمیشه به حق، و ان الباطل لا يتناهى عن، اصلا نهی از باطل نمیشه، باطل را انجام میدن به هیچ باکی ندارن، هیچ ترس ندارن، باطل جلوگر شده، حق از جامعه دور شده و کسی بو عمل نمیکنه. حق یک کالای شده، کسی بو ارزش نمیده، نه امر به معروفی هست و نه نهی از منکر. بله، بعد فرمود لیان قبل مؤمن فی لقاء ربهی محقن، در این جور جامعه ای یک انسان مؤمن، یک انسان آزاده مثل وجود مقدس حسین ابن علی، این نمیتونه این فضا را تحمل کنه. این وقتی میبینه که اساسی ترین معیار و علامت دین که حق گرایی باشه، این زیر پا گذاشته شده، باطل جلوگر شده، این نمیتونه سکوت بکنه و آرام بشینه.
فرمود اگر کسی در اینجور جریانی مشتاق لقاء پروردگار خودش بشه، یعنی جان خودش رو تسلیم کنه تا این جریان رو عوض بکنه، بله، و باطل رو به کنار بنشانه، فرمود اگر چنین فردی قیام بکند این محق است، محقاً حق با اوست، جا دارد، سزاوار است. فإنی لا ار الموت الا السعاده ولا الحیات مع الظالمین الا برما. در این جور موقعیتی، در این گونه موقعیتی، مرگ با افتخار در راه احقاق حق این سعادته. یعنی معلوم میشه راهی دیگه بر تبلیغ نمانده، یعنی موعظه اثر نمیکنه، یعنی سخنرانی اثر نمیکنه، موت است، جان فشانی است که میتونه این جامعه رو بیدار کنه. ببینید یک وقتی یک کسی کمتر از 4 دقیقه، بله، ممکنه سارقی دزدی به او زده باشه، به خانه آمده باشه، با یک مقدار سرصدا و کمک خواهی کسی به فریاد او برسه، ممکن یک وقتی خیلی قضیه از این بیشتر باشه، او بیشتر باید تلاش بکنه که این فریاد خودش برسانه. یعنی هرچی اون مشکل بیشتر باشه، عمل کرده کسی که خواسته باشه مردم را متوجه بسازه که خطر چقدر بیشتره و چقدر زیاده، بله، او عمل کرد مهمتره. گاهی ممکنه یک کسی در طور نمیکنن که قطاری مثلا مسیر و خراب شده بود، این پیرهن خودش آتیش زد که بفهمه این یک حادثه ای شده. خب هر زد میبینم که اینجا باید جانفشانی کرد تا مردم بیدار بشن دیگه. مردم با موعظه، با صحبت، با سخنرانی، با وعده، با منبر بیدار نمیشن. فرمود لا ار الموت الا السعاده ولا الحیات مع الظالمین. من میشه که ظلم حاکم شده، که زندگی در کنار ظلم روح انسان را آزار میده، روح شخصیت آزاده را آزار میده. یا در کلام دیگر فرمودن انی ارید ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر، یعنی نهی از منکر دیگه کنه شده، امر به معروف کنه شده. و مهمتر از او اسیر و به سیرت جدی و ابی، سیره پیامبر فراموش شده. یعنی میگن این روشی که فعلا حاکم بر جامعه ایدی، این روش پیامبر نیه، من میخواهم سیره پیامبر را زنده بکنم، بس سنت پیامبر زیر سوال رفته. استاد حضرت چقدر دقیق اوضاع جامعه را تشریح میکنه، بله، با این جملاتشون، بله، این خیلی نکته داره. سیره پیامبر باید زنده بشه، پس سیره پیامبر معلوم میشه عوض شده، بله. کسانی که حاکم بر جامعه شدن سیره پیامبر رو عوض کردن، که امام میگن هدفم اینه که میخوام به سیره پدرم امیرالمومنین علی ابن ابی طالب و جدم رسول خدا، بله، عمل بکنم. یا فرمودن، فرصت هست یک حدیث دیگر بخونیم، یک دقیقه تا دو دقیقه. من خیلی خلاصه میکنم. مود من را سلطانا جائرا، اگر کسی ببینه سلطانی که ظالم است، لمستحلن لحرم الله، حرمتهای خدا را حلال میشماره. یعنی معلوم میشه یک سلطانی آمده بود که این حرامها را حلال میشمرد. رهبر جامعه دینی که یه رقم باشه، خب مسلمه برمیگردم جاهلی. در این حدیث میگه همشو نمیخوانم، 5 تا عامل اشاره میکنن که معلوم میشه این عوامل خیلی مهمه در رأس جامعه چنین فردی باشه. مسلمه که مردم تابع رئیس خودشان هستن، وقتی رئیس چنین باشد مردم هم به هم را میرن. حالا امیدواریم که انشالله اگر عمری باشه باز اینا را دقیق تر بررسی بکنیم. عوامل دیگری هم هست که انشالله اشاره خواهیم کرد. بسیار تشکر، انشالله که در برنامه بعد هم شما را زیارت کنیم و فرصت باشه تا ادامه ای بس انشالله از کلام شما استاد عزیز شنیده شد و انشالله مورد استفاده قرار. تشکر از سلامت باشید. بسیار لطف کردین عزیزان، فرصت بسیار ارزشمندی را با شما همراه بودیم و من توصیه میکنم، من به شما عزیزان یه پیشنهاد میتونم که برنامه های شبکه جهانی هادی را در این روزها بیشتر دنبال کنید. سعی میکنیم با قرار دادن موضوعات متناسب با ایام و استفاده از اساتید بسیار محترم و بنام در این برنامه ها کمی موضوعات مرتبط با آقا امام حسین صلوات و سلام برای شما عزیزان تقدیم کنیم. امیدوار هستیم که مورد قبول شما عزیزان واقع شود. هر جا که هستید و بودید و خواهید بود،
از دعای خیرتان برای بنده و همکاران فراموش نفرمایید. تا دیدار دیگر، خدا نگهدار.